شماری از هواداران جنرال عبدالمجید روزی فرمانده پلیس هرات در یک گرد همایی روبروی ساختمان دفتر والی این ولایت خواستار خارج شدن نام او از فهرست بازنشسته شدند. آنها در این گرد همایی رضایت خود را از کارکرد فرمانده پلیس اعلام کردند. در سوی دیگر دفتر مطبوعاتی والی هرات اعلام کرده که هنوز مکتوب رسمی از مرکز کشور مبنی بر بازنشستگی آقای روزی به دست آنها نرسیده، ولی آنها پیام مردم را در این باره به مقام‌های مرکزی خواهند رساند. گزارشی از آصف جاهد که در این گرد همایی شرکت کرده بود ببینید. 1.5 سال پیش در 20 دلو سال 1393 جنرال عبدالمجید روزی به نام سرپرست فرماندهی پلیس هرات کارش را آغاز کرد. او سپس به نام فرمانده پلیس کارش را دنبال داد. آقای روزی در همان روز نخست کار خود وعده داد تا ریشه آدم ربایی ها و ناآرامی ها را بکند. وعده می توم البته با تمام مردم متدین و مجاهد ولایت هرات تا جایی که امکانات داریم در پهلوی دیگر نیروهای امنیتی کوشش میکنیم. جنرال روزی پس از عبدالباقی بهسودی که در دوره کاریش در هرات آدم روباها او را به چالش کشانده بودند به کارش آغاز کرد. در دوره او آدم ربایی ها فروکش کرد و کسان گوناگونی به گمان دست داشتن در جرایم سازمان یافته دستگیر شدند. برخی به این باورند که اقتدار او باعث شد تا هرات به امنیت نسبی برسد. ولی خبرهایی که از گوشه و کنار بر پایه این که او به زودی بازنشست می شود، هوادارانش را نگران کرده است. اکنون شماری برای ماندن او به نام فرمانده پلیس دست به کار شدند و راه پیمایی و گرد همایی راه اندازی کردند. تجمع ما به خاطر حمایت از مجید روزی که قماندان امنی ما است، ما نمی خواهیم که او تقاعد بشه. ایرات نارم را رم ساخت، اختطافچار بر کنار کرد، هرچی اختطافچی بیدک بگیریفت، دوزار، شهر امنیت کرد، آرام آرامی شد. همین تغییرات که در ایراد ما میبینیم اونا بر اساس نژاد و ملیت سلم میکنم و چیزی که عدالت و قانون به سر این مردم در چیزی که در توان از او هست میگیرن. واکنش فرماندهی پلیس به این گرده همایی به گونه همسو با خواسته گرده هم آمده است. سخنگوی این فرماندهی ضمنی اشاره به این میکند که خود آقای روزی هم علاقمند به دنبال دادن کار در هرات است. هرگاه مقامات صالح کشور لازم می‌بینند مجدداً هدایت خواهد فرمود که اینا هنوز توانایی کار دارند. اگرچه هنوز جنرال صاحب سر کار خود هستند، هیچ نوع مکتوب و هدایت بر ما نرسیده. با آن هم چون در یک لیست به تقاعد سوق شده بودند، مردم آرزو ازیر دارند که اینا باقی بمانند در پست خود. از سوی دیگر سخنگوی والی هرات هم میگوید که تا کنون مکتوبی بر پایه اینکه آقای روزی بازنشسته شده به دستشان نرسیده، ولی آنها پیام مردم را به مقام‌های مرکزی کشور خواهند رساند. در رابطه به قماندان صاحب امنیه تا اکنون کدام سند رسمی که مبنی بر اینکه کدام تغییری در بحث قماندانی آمده باشه به مقام ولایت مواصلت نکرده، با آن هم ما خواست و تقاضای مشروع مردم به مقامات مرکزی انتقال میده. جنرال روزی پیش از این که فرمانده پلیس هرات شود با این ولایت آشنا بود. او در یک دوره فرماندهی پایگاه 606 انصار را به دوش داشت که پلیس دیگر ولایت‌های غربی کشور هم زیر نظر او بود. گویا جنرال روزی اکنون به مرز بازنشستگی رسیده و نامش گفته می‌شود که در فهرست بازنشستگان وزارت داخله کشور دیده شده است، هرچند این وزارتخانه رسما در این زمینه اظهار نظری نکرده است.